به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر سر جهان امیدوارم شاد و سلامت باشید خب در این برنامه میخوام کوتاه بپردازم به ترکیه و شرایطش و این زلزله و عواقبش برای ترکیه و برای آقای اردوغان و حتی برای اون الهام اقلیوخ میخوام بگم که این زلزله بلای آسمونی بود که بر سرشون نازل شد و بسیار متاسفم از, زن، از زندگی هایی که از دست رفت از مرگ انسان ها ولی بگونه میشه گفتش که ایران با اینها خیلی مدارا کرد با اردوغان خیلی مدارا کرد و ایران بهش خیلی امکانات داد بارها که بیاد به جبهه حق جبهه باطل رو رها کنه ولی این کار رو نکرد سرانجام یک بلای آسمونی به سرش نازل میشه البته میخوام بگم بلای آسمونی حالا نمیخوام بگم که حالا خدا این کار رو کرد ولی ساخت و سازهای بی رویه با یه دزد راندخار که از ایران بدتر ترکیه است و در هر صورت اینا سعی کردن که یکی از همینایی که از این ساختمونای پشمکی ساخته ساختمونای واقعا بادکنکی پشمکی که با این زلزله فروری خلبات عدد بالایی ولی در هر داشت فرار میکرد اینو گرفتنش حالا من امیدوارم که در یه وحله زمانی زبونم لال زبونم لال انشالله که اتفاق نیفته ولی تهران روی گسل زلزله هست و چه ها چنین زلزله بیاد و من میخوام از همین الان به شهردار تهران این هشدار رو بدم همه اینایی که اومدن ساختمونسازی کردن اینا رو رکوردشون داشته باشن جزیاتشون و اطلاعاتشون رو داشته باشن که اگه اینو خواستن بذارن در برن در واقع بتونن اینها رو متوقف بکنن حالا باید یه سیستمی در رسول باید باشه میخوام بگم ساخت و سازهای بی رویه کم نداشتیم در تهران حالا میخوام برم بپردازم به, به افول ترکیه و در واقع میخوام بگم این آقای اردوغانم به زبالدونی تاریخ رفت اینو بدونین وقتی میگم بلای آسمونی میاد خب زمانی که ما میگیم سردار حاجی زاده میگه ما هم خدایی داریم موقعی که نمیخوایم با کسی در بیفتیم خب یه،, یه, کسی دیگه باشون با در میفته بعد جوری هم باشون با در میفته با اینکه ما راضی به مرگ هیچ انسانی نیستیم هیچ جای دنیا هرگز هرگز من بسیار ناراحت شدم و واقعا دلم میگیره وقتی نگاه میکنم این صحنه ها رو این کلیپی هستش از زلزله یک سن... کوچولو نشون میدم از شهر مراش که در و داغون شده در ترکیه این بخشی از ترکیه هست اینو بریم با هم دیگه ببینیم بعد میخوام صحبت کنم از اینکه چرا باور من اینه که کار ترکیه و اردوغان و حتی الیوف تموم شد اقلیوخ ببینیم چه فاجعه ای. واقعا دل آدم می سوزه خب این از این کوتاه بودش حالا میخوام برم سراغ تجزیه و تحلیل خودم ببینین میگن که 135 هزار ساختمون خراب شده حالا این 135 هزار رو شما تو این کلیپ کوتاه نمیبینین و تا همین الان که دارم با صحبت میکنم 45 هزار تا کشته شدن در ترکیه خب وقتی میگیم 135 هزار ساختمون فرو ریخته مطمئنا تعداد کشته شدگان میره بالا الان دیگه بعد از گذشتن 12 13 14 روز دیگه کسی زنده نمونده زنده نمیمونه اینا هم کاری نکردن که واقعا کمک بکنن حالا ببینین این آقای اردوغان میخوام بگم که این زلزله در سیاست های اردوغان و در سرنوشت ترکیه یک تاثیر بسیار به سزایی میگذاره آقای اردوغان به باور من میخوایم یه خورده خیلی رک و پوسکنده بگیم یه فاحشه سیاسیه این از هر جایی که باد بیاد بادش میده بادش میده و این دنبال منافع خودشه ارزش های انسانی اخلاقی اصلا و عبدا براش هیچ اهمیت و ارزشی نداره این به داعش کمک کرد از داعشی ها می اومد نفت سوریه رو می گرفت مجانی یا میخرید این زخمی های داعشی ها رو کمک می کرد تو بیمارستان هایی که پسر و دخترش احتاس کرده بودن یه آدم بسیار بی اخلاقه و میخوام بگم پانکردا رو حالا من نمی خواهم از این پانا زیاد صحبت کنم پانکورده ما رو تحریک می کرد خب در هر صورت و کردا رو علیه کردای خودشون میزد کردا رو تو ترکیه سر... توی ترکیه و تو سوریه سرکوب میکرد و اونها رو میزد و این هیچ جای حالا نمیخوام اون واژه بد و به کار ببرم هیچ جای تمیز برای خودش باقی نذاشته خب و روابطش با همسایگان ایران رو که خیلی اذیت کرده سوریه رو عراق رو اومد دو تا صد زد صد, صد, ایسلو و صد اتاتورک و عمدن این صد رو زد برای اینکه آب دجله و فرات به ایران و از عراق و سوریه نرسه ببینین من یه آماری رو بهتون میخوام, میخوام بگم ما اومدیم چند صد تا صد زدیم تا الان و این چند صد تا صد فقط اه اه میخوام بگم مخزن 20 میلیارد متر مکعب آب هست این اومده فقط همین صدی که زده صدی که برای روی در بستر دجله و فراد زده پنجاه میلیارد متر مکعب فقط این مال یه دونه صده آب آب رو این مخزن آب هستش یعنی پشت صد جمع میشه پنجاه میلیارد متر مکعب اون سیونیستا نشستن زیر پاش گفتن بیا این صد رو بزن که این کشورا خوش بشن خوش سالی بشه اونجا بعد تو بیا بگو آب در ازای نفت خب این برنامه الان همش به علک یه کاری کرد خب و اون حالا کلی هم به دکار شد به اون اسقاطیل و اونا این پروژه رو اونا پولش رو داده بودن حالا باید قرض و قسط اونا رو بده اونا که آدم های خصیص و در واقع بسیار پلیدی هستن پولاشون هم میخوان تا حالا دلار آخرش پولای های اونا رو باید بده صد هم الان ترک خورده اینطور که شنیدیم الان حالا عکسشون رو ولی نشون دادم در یک برنامه که با دکتر شفی زاده داشتم این صدا هم ترک خوردن اومده یکی از این صدا که ترک خورده صد آدو ترک اومده آبش رو باز کرده به روی عراق خب میخوام بگم آبا که رفت صده هم که در واقع اگر که این آب رو باز نکنن در واقع سیل میاد روی همون منطقه پایین دستی در ترکیه و تخریب و خراب میکنه خب حالا صدا که در واقع دارن میرن و میخوام بگم اصلا یکی از دلایل مهم ایجاد زلزله همین صدها هستن صدایی رو که میزنن این آبها میرن توی اون ترک های ریزی که در حالا زمین هسته حالا یا سخرست یا یک در واقع یک نوع حالا سنگ خاک هرچی که هست و وقتی که آب اونجا میره و به گونه روان میشه جاری میشه تو این در این ترک های نازک و اونجا چه بسا رودخونه زیر این صدا را میفته خب اون وقت باعث میشه که این گسلای زمین که مثل پوست تخم مرخ هستن اینها تحت فشار قرار میگیرن میشکنن و منفجر میشن و زلزله ایجاد میشه الان من کلی مطالعات انجام دادن تاثیر سدسازی در ایجاد زلزله و این یک علم هستش و این یک واقعیت هست خب اون بیشورا اون سهیونیستای جنایتکار اومدن اینو اینکه اومدن اینو در واقع انداختن جلو و تحریکش کردن تشویقش کردن این صدا رو بزنه فقط برای اینکه عراق و ایران و سوریه رو اذیت کنن حالا هم دارن نتیجه اعمالشون رو میبینن در صورت اردوغان یه فاحشه سیاسی هستش و این برای رضای رضایتمندی اون اسقاطیل و اون جریان سهیونیز همه کاری کرد با الهام علیوف دست, دست به یکی کرد برای اینکه بخواد پای این پای این سهیونیستا رو و پای ناتو رو تو منطقه باز کنه این به همه باج دادش خیلی کارا کرد این عضو ناتو بودش باید خیلی وقت پیش از ناتو میومد بیرون که این کارو نکردش ایران در واقع بهش گفته بود از ناتو بیاد بیرون این کار رو نکرد التماس میکرد به یه اروپایی ها که بیاد بره عضو پارلمان اروپا بشه عضو مجموعه بازار مشترک اروپا بشه که قبولش نکردن اونا در واقع یک مجموعه مسیحی هستند حالا مسیحی بیدین میخوام بگم و کشور ترکیه کشور مسلمون اونا اینو بر نمیتابن گرچه،, گرچه آقای اردوغان یا میخوام بگم ترکیه شده مرکز فساد فساد جنسی و در واقع شده فاحش خونه منطقه خب این یکی از اون چیز ولی براشون اون مهم نیست مهم اینه که دین رسمیشون چیه خب اینا قبولش نکردن هر چقدر هم که میخواست به براشون خوش, خوش میگن خوش رخصی بکنه بازم قبولش نکردن در هر صورت هرچی هم از ما تحت این اروپایی خورد قبولش نکردن راش ندادن میدونم که سی ساله داره التماس میکنه که بیاد تو بازار مشترک قبولش نکردن ببینین اومد با تمام دشمنان ما در منطقه یاروغار شد اومد بر علیه محور مقاومت زد بر علیه محور مقاومت بر که علیه کشور حالا یمن هست عراق هست افغانستان هست سوریه هست ایران هست هر کشوری که هست حالا با ایران رو در رو نشده سرشاخ نشده ولی همین صدایی که زد این خب یه اعلان جنگ دیگه میشه گفت اعلان جنگ خیلی وقت پیش این کارو کرد و کارهای دیگه ای که کردش اشغال بخشی از سوریه خب به خاطر اینکه حالا میگفتش که می کورد کرده اونجا هستن یعنی بهانه اوورد که اونجا بخواد بخشی از سوریه رو اشغال کنه و دزدی نفت اونها و دیگه در واقع ساد زدنش که گفتم به تحریک جریان صهیونیستی و حالا ببینین شیوه حکمرانیش هم یه شیوه ضد مردمی هست این اومدش هر کسی که علیهش صحبت میکنه یا حرف میزنه اینا رو سرکوب کرد اومدش گفته میشه که اومد یه اه حالا اه یه کودتا هم خودش جور کرد که بیاد رو بکشه مخالفاشو همه رو سرکوب کنه و اومد گفتش که اون کودتا زیر سر آمریکا بودش حالا اون داستانش برای من شخصا روشن نیست ولی حرفایی در بورش زده میشه در هر صورت و نکته دیگه رو که میخواستم بگم اینه که من این رو اینجا یادداشت کردم که یادم نره و ناچارم به یاد نگاه کنم ببینین و بعد الان الان چی شده الان این بحرانی که بحران زلزله این بحرانی که در ترکیه ایجاد شده آمریکا رو این موج سوار شده رو این موج سوار شده و اینها انقدر بیشرفن که الان همون جریان سیونیستی چیکار کرده رفته حمله کرده به سوریه سوریه ای که زلزله زده هستش ببینید چقدر اینا پست و بیشرفن همین امروز حمله کردن 60 نفر را حمله کردن به دمشق یه تعدادی ادمای غیر نظامی آدمای بیگناه آدما کشته شدن اونجا اینا اینقدر پست و بیشرفن در هر صورت آمریکا اومده سواره این بحران شده در ترکیه و میخوام بگم که زیاد از این اردوغان راضی نیستن و خب میخوان که اردوغانم بره چه بزا دوست دارن یه مرتجه تر به جای اون بذارن یه چنین برنامه هایی دارن در صورت این آقای اردوغان با این خسارتی که این زلزله براش به بار آورد من فکر نمی کنم بتونه کمر راست کنه اون الهام اقلیوخ میخوام بگم پشتیبانش کی بوده شامین آقای اردوغان اردوغان که داره در واقع مرخص میشه با این زلزله ای که پیش اومد یعنی هیچ محبوبیتی که قبلا نداشت اگر یه کسانی هم بودن که حمایتش میکردن الان کارش تموم شده دیگه حمایتی هم نداره از همون جنای خودش هم حمایتش نمیکنن و در واقع تمام جریان هایی که در ترکیه هست همه علیه اردوغان هستش حالا این خسارتی که به ترکیه وارد شده خسارت یعنی میخوام بگم درآمد توریستیشون از بین میره الان دیگه کی میخواد بره ترکیه کاملا ترکیه چی ببینن و در هر صورت اینها یکی از راه های درآمدشون در هم دور که ما قبلا نفت میفروختیم درآمد داشتیم اینا از توریزم زندگی میکردن در صورتی که چیزی هم برای توریزم ندارن برای حالا میخوام بگم توریستا و اینا کشور ایران خیلی بیشتر جذابتره ولی منتها میخوام بگم جریان تو کشور ما هست که اجازه نمیدن یه شرین چیزی اتفاق بیفته همون جریان نفوذ همون جریان بیشرف ها که میخوان تو ایران ما مشکلات مالی و مادی داشته باشیم در صورتی توریست ها میتونستن در کلان و سرشاری برای ما ایجاد کنن اصلا نفت پیشش هیچه پیشش هیچه در صورت با تضعیف این آقای اردوغان این آقای عقلی و خم این اینم تموم میشه الان خفه شده نشسته سر جاش میبینین که دیگه هارتو نمیکنه این مدتی که زلزله اومده دیگه حرفی ازش نشنیدیم مثل بچه و آدم نشسته سر جاش سرشون دختر پایین نشسته سر جاش خب ببینین اون چیزی که مهم هستش اینه که آقای اردوغان برنامه داشتش که پای ناتو رو تو منطقه ما باز کنه و همچنین پای سحیونیستا رو توی آذربایجان از طریق آذربایجان و اینا داشتن این کارا رو میکردن پای سحیونیستا رو به منطقه باز کنه و در واقع دسترسی به دریای مازندران و اینا اینا چیزایی است که برنامه ریزی کردن برنامه ریزیش هم چه کسانی پشتش هستن همون قده سرطانی اسقاطیل پشتشه در هر صورت چیزی که خیلی روشن و واضحه آقای اردوغان هیچ جای تمیزی برای خودش نگذاشته در کشورهای همسایه دل خوشی ازش ندارن ایران هم اصلا و عبد دل خوشی ازش نداره با اینکه ایران ناچاره که باهاش بسازه ایران فلسفه و سیاستش مسالمت با همسایگان هست و روابط دوستانه این روش ما بوده و این استراتژی ما بوده و هست خب حالا این میخوام بگم این بلای آسونی که بر سرش نازل شد در واقع کارش به گونه ای تمومه و ترکیه هم این جریان عثمانی و این بزرگبینی که این حس بزرگبینی خود بزرگبینی که آقای اردوغان رو برداشته بود یعنی خربرش داشته بود اینم مطمئن باشین اینم به پایان رفت حالا یادتون باشه که من امروز چی گفتم دارم میگم که آقای اردوغان داره دهنکای آخرش رو میزنه و ترکیه هم وقتی که این بره دیگه هر کسی دیگه بیاد این صدمه ای که به ترکیه وارد شده و این میخوام بگم اختشاش اختشاش و این تنش و این اه حالا اه تنش سیاسی که در ترکیه هست برای سالها اینا رو رها نمیکنه یعنی اینا گیر و گرفتار مسائل و مشکلات داخلی خودشون خواهند بود الان بدهیشون به حالا این بانک دزد جهانی IMF تقریبا 600 میلیارد دلاره حالا با این صدماتی که بهشون وارد شده این خیلی بیشتر بالا میره یعنی نمیتونن کمر راست بکنن و بنابراین کار ترکیه تمومه و میخوام بگم که زیاد هم دیگه به فکر نکنیم به پروپش نپیچین واقعا ارزش نداره که ما بخوام بیاشیم اینجا دربارش برنامه بسازیم و فکر کنیم اینا خطرناکن و این داستان ها نه خطرشون واقعا میخوام بگم تموم شد و پرا پراشون پرا ریختش و یک سیاستمدار بیشور بیشرف میاد یه جایی میشینه میشه رئیس جمهور و یه کشور رو به باد میده نمونهش هم همین اردوغانه یه نمونه دیگه هم اون الهام عقل یخه نصفی از کشورش دوست دارن بیان به ایران به پیوندن این بیشور کاری میکنه که به اونا چیزایی میگه که خود که خود هم اونا میدونن که داره دروغ میگه بالاخره تاریخ رو میدونن اه... که داره میگه که تبریز جزو ما بوده نمیدونم آذربایجان مال ما بوده خب پخ زیادی میخوره در هر صورت اونم الان دیگه خف خون گرفته نشسته سر جاش چون حامیش الان دیگه نمیتونه کمر راست کنه حامیش داره میره حالا چه برسه به خودش و میخوام بگم که این اسقاطیل و این قده سرطانی اینا اینقدر خودشون بعد وقتی به سرشون ریخته در داخل الان همه تو در این سرزمین های اشغالی مرتب تظاهرات هست علیه این مردک جنایتکار این نتانیاهو خب در صورت اونام تکلیفشون روشنه اینام پروبالشون ریخته و حالا رهبرمون گفت 25 سال نه 25 سال نمیشه اینا الان دارن میگن به 80 سال هم نمیکشه دم و دستگاهشون تموم میشه به قول دکتر عبوسی تو همین برنامه که من دیشب پست کردم تو اونجا داشت میگفتش که بابا از منطقه برین به امریکایی ها هم وردارین ببرین با خودتون این قده سرطانی رو با خودتون ببرین منظورش اینه که این باید بره رفتنیه خب در صورت ما فقط بسیار متاثر و متاسفیم از مرگ این زلزله زدگان و یه چیزی که خیلی منو واقعا میخوام بگم دل منو به درد آورد دیدن یه مادره که بیرون این ساختمونی که فرو ریخته چند طبقه فرو ریخته و دوتا بچه هاش زیر این هوار بودن تا اون تا و اون زجه میزد کسی نبود کمکش کنه این چیزی بودش که این چیز این بودش که من دلم ریش ریش شد اینا رو نگاه کردم واقعا آدم اه... حالش گرفته میشه ولی در هر صورت از این که بگذریم این بلای آسمونی که بر سر اینا نازل شد این پایان این خود بزرگ بینی و این اه... نمیدونم اه... کارهای عجیب و غریبی است که کردن و پایان دشمنی هاشون و صدسازی هاشون و ظلم و ستمی که کردن به کشورهای همسایه و این همه خوشسالی که در منطقه در ایران ما در عراق و در سوریه ایجاد کردن و صداشون که داره مرخص میشه داره میره خودشون ناچارن که حالا به گونه تخریبش کنن ترک ورداشته خودشون ناچارن که آبا رو رها کنن بره میخوام بگم که چوب خدا صدا نداره و ایران هم خدایی داره به قول سردار حاجی زاده در هر صورت ما ناراحتیم از کشته شدگان زلزله و ایران میدونین که ایران در واقع شیوهش مرام و معرفت و ادالته ایران اولین کشوری بودش که رفت و براشون پزشک فرستاده یه اکیپ پنجاه نفری فرستاده از پزشکان و بیمارستان صحرایی اونجا احداث کرده و داره کمکشون میکنه آنچه که دستش برمیاد ایران اولین کشوری بود که اعلام کرد برای کمک به اونا باری کلا به ایران من افتخار میکنم که ایرانی هستم دم ایران گرم و در هر صورت اونا دشمنی کردن ایران باشون دوستی میکنه و اینه که در دراز مدت پاسخ میده دوستی و در واقع اینکه آدم دنبال در جبهه حق بازی بکنه اردوغان در جبهه کفر بود در جبهه ناحق بود و میخوام بگم خودش هم گفته میشه که خودش اصلا مسلمون نیست تظاهر میکنه به مسلمون بودن مثل برخی از نفوزی که تو ایران هستن تظاهر میکنن اینم یکی از همون هست. در صورت عزیزان من این تحلیل من بود پایان پایان شرارت های ترکیه و آقای اردوغان